اخیراً تصاویری از طوفان‌های نمکی برخواسته از دریاچه ارومیه به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد. عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، در یک گفتگوی خبری وزش بادهای نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان را موجب ایجاد گرد و غبار عنوان کرد، اما منکر نمکی بودن گرد و خاک‌های برخواسته از بستر دریاچه شد. این در حالی است که رحیم مهدادی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، پنجشنبه 18 آذر ماه با تایید ضمنی طوفان‌های نمکی برخواسته از دریاچه ارومیه گفت شوری بیش از حد این دریاچه در آینده حتما باعث ایجاد طوفان‌های نمکی خواهد شد و گنبدهای نمکی مسیر آجچای و بستر خود دریاچه نیز این مسئله را تقویت می‌کند. علاوه بر کاهش ورودی آب و خشکی روزافزون و افزایش شوری دریاچه، فرسایش خاک نیز منجر به افزایش طوفان‌های گرد و غبار شده که با تلفیق نمک‌های به جا مانده در بستر دریاچه، طوفان‌های نمکی نیز افزایش خواهد یافت. در همین راستا، اکبر فتحی، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، در همایش روز جهانی خاک که در 18 آذر ماه در تبریز برگزار شد، از افزایش سالانه 5-10% خاک در حاشیه دریاچه ارومیه خبر داد. فتحی میزان فرسایش خاک در حاشیه دریاچه ارومیه را اعلام نکرد و فقط به افزایش 5-10% آن در سال اشاره کرد. اما به گفته وی، افزایش مصرف نهادهای شیمیایی مانند کود و سم، تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی و افزایش ویلاسازی در این اراضی، شخم‌زنی‌های غیر اصولی و در مسیر موافق با شیب مراتع، رهاسازی آب‌های آلوده و فاضلاب‌ها در اراضی کشاورزی و مدیریت نکردن آنها و معادنی که با عناوین مختلف در اراضی کشاورزی ایجاد می‌شود، باعث تسریع در فرسایش خاک استان شده است. نهال‌کاری و طرح‌های مشابه آن تا به حال از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از فرسایش خاک در حاشیه دریاچه ارومیه از سوی سازمان‌های ذی‌ربط تعریف شده است. چنانچه میرصمد سید موسوی، مدیر کل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، در اسفند ماه 98 با اجرای پروژه‌های بیولوژیکی احیایی مانند نهال‌کاری، بوته‌کاری، آبیاری و مراقبت از آنها از کاهش 70% فرسایش خاک در حاشیه دریاچه ارومیه خبر داده بود. در مقابل، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر از افزایش سالانه 5-10% خاک در حاشیه دریاچه ارومیه داده است که به معنی شکست پروژه‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در رابطه با جلوگیری از فرسایش خاک در حاشیه دریاچه است. شاید یکی از دلایل شکست این پروژه‌ها را میتوان در سخنان فتحی طی همایش روز جهانی خاک یافت که گفته بود قانون حمایت از خاک در سال 98 به تصویب رسیده و در این قانون وظایف هر دستگاه در حفاظت از خاک مشخص است، ولی عملاً آنچه که باید دستگاه‌های فرابخشی بر اساس این قانون به آن بپردازند انجام نمی‌گیرد.